یکی از بچه ها پیام داد گفت که حسین چطور میتونیم موم عسل طبیعی و با موم عسل مصنوعی تشخیص بدیم؟ من تو این ویدیو در موردش صحبت میکنم، پس ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. خوش اومدید به این ویدیو و به این کانال. بچه از من پرسیدید که چطور میتونیم موم طبیعی و با موم مصنوعی تشخیص بدیم. ببینید دو تا حالت داره. یکیش این که میتونید توی آزمایشگاه بدید و آزمایشگاه تشخیص بده که موم طبیعیه یا مومش مصنوعی. دومی حالتش به صورت دستی میتونیم این کار انجام بدیم. بذارید من یه تیکه موم پیدا کنم. بذاریم موم پیدا کنیم ببینیم. کجا اینجا یه موم داشتم بچه. این مومیه که از توی کندو برداشتم. خب این مومیه که از توی کندو برداشتم. ببینید رنگ مومی که داره به صورت زرد سفید قهوه‌ایه، مایل به قهوه‌ای. خب این نمیدونم میتونید ببینید یا نه، مایل به قهوه‌ایه. حالا میام چی کار میکنیم؟ میایم یه دونه لیوان برمیداریم و این موما رو شروع میکنیم به جمع کردن. سعی کنیم به صورت یه توپ در بیاد و هوای داخلش قشنگ فشردش. خب این صورت میتونید ببینید یا نه، این صورت در میاریم. حالا الان این سفت سفت شد، اینو من میذارم داخل آب. اگه روی آب بمونه که هیچ، معمولا مومای مصنوعی هم همچی اتفاقی میفته، یعنی روی آب میمونه. بذارید من یه دونه ظرف پیدا کنم اینو بذارید داخلش. من ظرف بهتر از این نداشتم و گفتم که خب یه بهتر از این ندارم. بچه این مومونه، خب فشردش کردم میذارم داخلش. ببینید میتونم بهتون نشون بدم یا نه. میبینید موم بیارم بالا. این مومون فقط کافیه من یکم به این الکل اضافه کنم. اگه موم روی آب موند که بدونید اون مومتون مصنوعیه. اگه موم روی آب نموند و اومد ته و یکم الکل اضافه کردن که بدونید اون موم طبیعیه. پس دو تا راه شد. راه اول آزمایشگاهیه، راه دوم از طریق استفاده کردن با دستی، مثلا آب با یکم الکل موم رو فشرده میکنیم میذاریم داخلش، چون موم با الکل حل میشه و اینم نحوه تشخیصش. بچه امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و تشخیص بدید که مومتون طبیعی هست یا مصنوعی. دمتون گرم، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی، خدا. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. Wait.